بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث ما موانع رشده. رشد اولا یکی از مفاهیم کلیدی قرآن هست که بیشتر در لفظ تزکیه دیده میشه، چون تزکیه اساسا معناش نمو صالح هست، چون که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید و این خیلی معنای لطیفی داره، خیلی لطیف تر از اینه که ما بگیم آدم خوبی میخوایم بشیم، چون خوب انگار یه حد یقف داره، یک استانداردی داره، در حالی که رشد انسان به همین تعبیر فارسی یک فرایند مستمر و تزکیه همین فرایند مستمر رو بهش اشاره میکنه. کسی پاک شد تموم شد رفت نداریم. پاک شد تموم شد مگه یک کثیفی بود که شما بشورید تمیز شد، خب حالا دیگه تمیز شد؟ مثلا تزکیه یعنی رشد داره میکنه و این رشد هم البته در مورد گیاه ممکنه محدود باشه، در مورد انسان به هیچ وجه محدود نیست. خب تزکیه چجوری از مفاهیم کلیدی قرآن هست، این رو بهتر از من وارد هستید و حتما شنیدید و آشنا بودن این مفهوم با ذهنها هم دلیل بر اونه، از بس تکرار شده. خب حالا ما در مورد رشد در کدام بخشش داریم صحبت میکنیم؟ برداشتن موانع رشد. اتفاقا خود تزکیه هم بیشتر اشعار به برداشتن موانع داره. چرا از عوامل رشد صحبت نمیکنیم؟ دیشب یه مقدار در این باره صحبت شد که اساسا دین ما یه رویکرد برداشتن موانع داره تا به دست آوردن عوامل، و به همین دلیل اونایی که از دور به دین نگاه میکنن دین براشون تلخه، میگن چرا اینقدر شما منفی حرف میزنید، این کارو نکن، این کارو نکن، این گناهه، این بده، چرا همش ما رو دائم نهی میکنید؟ دلیلش که دیشب بحث کردیم اینه که آخه از بس تو خودت خوبی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از بس تو خودت نازی، فالهمها فجورها و تقواها و نفسم و ما سواها، از بس تو خودت گلی، ما اصلا چون لازم نیست شما بری دنبال عوامل رشد بگردی، عوامل رشد همه رو داری الحمدلله، از بس خدای تو پر جاذبه داره تو رو به سوی خودش میکشه، از بس امام تو، رسول زمان تو، حجت خدا در زمان تو داره تو رو به سوی خدا هدایت میکنه. یه همه خوبی، چه عواملی رو میخوای تو درست بکنی برای رشد؟ عوامل که هستن در درون تو، در بیرون تو، در هدف تو، عوامل رشد که فراهمی که البته میشه بازم در مورد عوامل رشد صحبت کرد، ولی واقعش اینه که عوامل رشد اکثرا فراهمه. ما مشکلمون سر موانع رشده. این موانع است که باید برداریم از سر راه خودمون. اگر یک کمی با این موضوع قشنگ برخورد کنیم، وقت عشقمون ترک گناه میشه. عشقمون میشه ترک گناه. این خیلی مهمه ها. مثلا زندگی دینی مثل رانندگی نیست. رانندگی
چجوری بگم، رانندگی مراقبت میکنی که تصادف هم نکنی، ولی ماشینا بنا ندارن به تو بزنن، ماشینا هم از کنار تو عبور میکنن. مراقبت میکنی که سقوط نکنی تو دره، ولی جاده ها رو طوری نساختن که شما رو بندازن تو دره. مراقبت هم میکنی، منتها بعضی از این مسابقه های کامپیوتری هستن برای رانندگی، برای این بازی های کامپیوتری چقدر سرگرم کنندن. داری میری جلو، حالا ما بعضی وقتا مثال های شفافتر زدیم، میگن آقا این مثال مال دهه پیشه، بازی های جدید اومده، حالا ما همون دهه پیش رو مثال میزنیم. میری جلو، مدام داره بهت حمله میکنه و تو باید جا خالی بدی، و وقتی که میای تو این مسابقه تهیه یا آمادگی داری برای صدمه خوردن و نخوردن. بندگی اینه، زندگی اینه، مدام دارن تو رو میزنن. در توضیح سوره سرود صدر اسلام، سوره ولعصر، که مؤمنین تا پیش هم جمع میشدن میخواستن پراکنده بشن، این رو میخوندن با هم. نمیدونم چرا اون زمان این سوره شده بود سرودشون، من نشیندم سوره دیگری اینجوری سرود دست جمعیشون شده باشه. دستاشون رو هم میذاشتن، بعد با هم این سوره رو میخوندن، بعد پراکنده میشدن. میگم سوره سرود صدر اسلام. در این سوره خداوند متعال میفرماید ان الانسان لفی خسر، انسان همواره در زیانه. چرا انسان؟ این کلمه منفی نیست، این خیلی مثبته. تو دائما داری ضرر میکنی، این منفی نیست، این خیلی مثبته. ده بار دیگه میخواید بگم این جمله رو. چرا؟ چون از بس تو میتونی دائم سود ببری، از بس هر چی سود ببری بازم میتونستی بیشتر سود ببری، از بس تو داری، از بس تو هر لحظه داری داراییاتو از دست میدی، با هر چی خوبی هم هست، هر چی هم جمع کردی، بازم داری ضرر میکنی. انسان از بس داراست، مدام هم ضرر میکنه، بازم کلی دارایی بازم آخرش باسش باقی میمونه. میشه این آیه رو خیلی مثبت دید، کما اینکه دلایلش تو قرآن هست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پس ما عوامل رشد رو باهاش کاری نداریم، زیاد کاری نداریم. دغدغه اصلی ما موانع رشده، اون چیزایی که نمیذاره ما رشد بکنیم. یه همچین ذهنیتی باید تو زندگی داشته باشیم. صبح بیدار شدیم، ببین اینا کاستی های بحث دیشبه که وقت نشد، من دارم امشب اضافه میکنم. صبح ما داریم نگرش خودمون رو درست میکنیم. صبح بیدار شدیم بگیم خب ببینیم حالا امروز کی میخواد بزنه. ما بوکسوریم، تو رینگ بوکس قرار داریم، حریف میخواد بزنه، تو باید مقاومت کنی. بابا کلی مردم میرن تمرین میکنن، پول خرج میکنن بوکسور بشن، خیلی بازیه جالبیه. بد نیست، این تو رینگ اومدی، از اون وقتی که به دنیا اومدی وارد رینگ شدی، در واقع از اون وقتی که مکلف شدی. خب اینو آماده باش، آماده نباشی هی ناله میزنی، هی بچه ننه بازی در میاری، هی ننه من غریبم بازی در میاری. ناله متوجه این نگاه نباشی، این نگاه تو وجودت نباشه، مدام تیر میخوری، مدام غفلت ورت میداره، مدام باید جا خالی بدی. دائما جا خالی بده، یه دونه جا خالی دادی خوبه. این بوکس، این تکواندو، یه دونه جا خالی بده، یه دونه رو بزن با دست دفع کن، یه دونه تو بزن، بزن بزنه. این زندگیه، میخوای نمیپسندی برو اون دنیا، نمیتونی که مثل اونا زندگی کنی. اونا ببین چقدر آسوده زندگی میکنن، اونا درگیر نیستن، تو درگیری. ببینید دوستان من، نگو ما داشتیم راه خودمونو میرفتیم این ماشین اومد به ما زد. نه، ببین تو توی مسیری داری مسابقه میدی که میخوان بزنن تو جا خالی بدی، بعد تازه مسابقه هم هست. این آهنایی که میگیرن دور این میله ها میچرخونن، میخوان تمرکز آدم ها رو بررسی کنن، چیکار کنن؟ میگه نخوره به این که چجوری مراقبت میکنی؟ این تقوی یعنی این، یعنی اصل بر اینه که ول کنی این خورده به اون آهنی که صدای زنگ در اومده سوختی.
این نگاهی است که ما باید تو زندگی داشته باشیم. خسته نمیشی، نه ترس. غفلت یعنی چی؟ آسودگی از این بازی. غفلت یعنی این. آقای من، عزیز من، صبح از خواب بیدار میشی، خدا میره سراغ نقطه ضعفای تو. نقطه ضعف میکشه بیرون جلوی چشمت. آماده باش. امتحان اول، امتحان دوم، امتحان سوم، اینو رد میکنی. امام صادق علیه السلام میفرماد در اندازه های بزرگتر، وقتی مؤمن یه صفت بدش رو از بین میبره، بلا فاصله صفت بعدی میاد رو تا بمیره، از دنیا بره. ادامه داره، برای همه خدا داره. غیر از لحظه ها، در قطعه های بلندتر عمر هم همینه. مثلا صبح بلند میشی، یکی میگه سلام، صبح بخیر، چقدر تو گلی. بگو خدا چی میخوای بزنی؟ چی شده؟ من الان چه رفوزه ای باید بشم؟ خب بیمزه، تو الان یک کسی بهت محبت کرده، امتحان داری میشی. مبادا ناسپاس باشی، مبادا جواب این محبت رو ندی، مواظب باش دچار این خطا نشی. خب میریم جلوتر، میریم سر کار. یه دفعه یه کسی یک بد و بیرای بی خودی به آدم میگه، قدر نادان. بابا شما هم که ارزه نداری کار بکنی که. خدایا چی شد دوباره؟ چی رو بخوای بزنی؟ کجا باید؟ اون قبلی رو باید جواب میدادی، درسته؟ این یکی رو باید جا خالی بدی، بذار ردش بره. خب خوبی، چطوری تو؟ تو زدی، من نخوردم. امام باقر علیه السلام فرمود هر چی فوش به من بدی، یه بیچاره عوامی بود، هر چی بد و بیرا به من بگی، من که جوابتو نمیدم، خود شیطون خوشحال بشه. ما مراقبت هامون مراقبت از خطاست. حتی تو روایات دیدید دیگه، دیروزم خوندم براتون، امروزم بازم آوردم براتون از اینجور روایت ها بخونم، که اگر نتونستید کار خوب انجام بدید، همین کفایت میکنید که شما خطا نکنید. اجتهدوا فی العمل، تلاش کنید در عمل. فإن قصر بكم ضعف، اگر ضعف برات مستولی شد، نتونستی کار مثبت بکنی، فکفوا عن المعاصی، هم که گناه نکنی، همین بسه. البته خب این سخن شریف خیلی وقتا اقتضا میکنه شما بخوای گناه نکنی باید کلی ثواب بکنی، یعنی بعضی وقتا ترک گناه خودش لازمش ترک انجام ثواب هم هست. ولی به هر حال اگه دیدی خیلی شلوغ شده سرت در درگیری با معاصی، خوب نداره، فقط وقت تو سر همونا بذار. خوبه دیگه. تیمای فوتبال هم والا همینا رو رعایت میکنن، میگن نمیتونین گل بزنین، واقعا گل نخور. میگه آقا این تیم خیلی قویه، همه جمع شید دم دروازه. خب پس این که ما از موانع رشد صحبت میکنیم، سر اینه که مدام از سوی ابلیس، از سوی طبیعت حیات بشر و از سوی خدا به عنوان امتحان داره خطراتی ما رو تهدید میکنه و ما باید از این خطرات عبور کنیم تا قوی بشیم. ما باید با رد کردن بدی‌ها خوبی‌های خودمون رو شکوفا بکنیم. شما میخوای بگید که جنبه سلبی، جنبه منفی غلبه پیدا کرده، هر چی میخوای اسمشو بگذاری، اصل ماجرا، حقیقت ماجرا اینه که تو غرق نوری، اون نور مکنون در فطرت خودت رو باید حفظ کنی. اصل ماجرا مثبته، اصل ماجرا اون جاذبه الهی است که مثبته، اون هدف مقدس توست که مثبته. اصل ماجرا اینه که اولیاء خدا به تو کمک میکنن، اینا هم مثبته، اینا مثبت‌هایی است که در وجود تو و در محیط تو تو رو احاطه کردن. اما فعالیتی که در این میانه داری انجام میدی، نوعاً قلع و غم کردن وجوه منفی است. امروز چند تا معصیت رو از زیرش در رفتی، باش مقابله کردی، تو دهنش زدی، این آدم رو قوی میکنه.
چی بگیم دیگه؟ نکته ای که من میخوام امشب به این مقدمه که یک کمی طولانی شد باز هم اضافه کنم اینه که این دائمی است، تصادفی نیست. تصادفاً برای ما صحنه گناه پیش نمیاد، تصادفاً نقطه ضعف‌های ما بیرون نمیاد. الهی دورت بگردم، شما خیلی آدم خوب، شما خیلی آدم خوب رو خدا کدوم نقطه ضعفتو داره روش کار میکنه؟ امام صادق علیه السلام فرمود دائمیه. این تلاش یه تلاش دائمی است. پس ما باید دائما مراقبت بکنیم از موانع رشد، چیزایی که نمیذارن ما رشد بکنیم. دائما مراقبت بکنیم دیگه، از گناه‌های درشت میریم به گناه‌های ریزتر و همین جور گناه‌های ریزتر مراقبت هات افزایش پیدا میکنه به یه جاهایی که خدا هم باید حرف میزنه ها. خدا اول آدم میذاره دم دستت ظلم نکنی، ظلم نکردی قشنگ مورچه میذاره دم دستت ظلم نکنی، و خدا همینجوری امتحان میگیره میبره جلو. معاصی حسنات الابرار سیئات المقربین، معاصی که خدا ازت تو لحظه های آخر امتحان میگیره، یک کاراییه که وقتی رفتی بالا رشد کردی که ممکنه آدم معمولی ها اصلا این کار خوبشون باشه انجام بدن، ولی تو اصلا تو بده، تو نباید انجام بدی. وای اصلا زندگی ها متفاوته، درک نمی کنیم ما اون سطوح بالا رو. حالا درباره این که فلسفه بیشتر میشه صحبت کرد که حالا چرا این فلسفه طراحی شده. یه جایی ما بحث کردیم تحت عنوان تنها مسیر که شما رو میبریم تو اون بس جای خدا، میگیم بیا یه موجودی بیافریم که این با اراده تکامل پیدا کنه. چی کارش میکنیم؟ میریم جای خدا میشینیم، هر چی فکر میکنیم میبینیم اصلا باید همین کارو میکرد. یعنی به عقل انسان هم میرسه که اصلا همین درسته. نگیم حکمت بالغی الهی ما سردر نمیاریم چرا اینجوری طراحی کرده، رای نداره جز این. منطقیش رو نگاه بکنی درستش همین بوده. اون باید یه بحثیش که جای دیگه ای ازش صحبت بشه. خب از موانع رشد میخوایم صحبت کنیم، انشالله روحیه‌مون روحیه درگیری با موانع بشه، انشالله. داره فکر میکنه خدایا روحیه ما رو روحیه‌ای سرشار از اشتیاق، سرشار از مشغولیت به موانع رشد، به عیوبمون قرار بده. یه زمانی زمان جنگ، حالا منم خاطره بگم دیگه، از بعض از اون رفقا شهید شدن. شما شو فرض کن من خاطرات اون شهدا رو دارم میگم. با هم سرود درست میکردیم، ترانه میخوندیم. بعد یه زمانی ما یه جمعی بودیم، آدم حسابی بود تومون که شهید شدن. مسیرمون خورده بود به این حدیث، بعد این حدیث شده بود ترانمون. من الان 30 سال از بعد از دفاع مقدس موندم، من کجا چجوری یه منبری برم که بگم که این حدیث یه ترانه قشنگه؟ نمیشه بگم. چجوری بگم یه آخوی کجاش ترانه است؟ ولی اونجا ما میخوندیم با هم، لذتی هم بود، صوتش هم نمیتونم اجرا کنم. حدیث چی بود؟ طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش به سعادت کسی که عیبش او رو مشغولش میکنه. مشغول عیب خودشه، مشغول عیب خودشه، مشغوله به حدی که عیب دیگران رو نمیبینه. میگه میشه آدم عیب دیگران؟ عیب دیگران مثل میخ میره تو چشم آدم، مثل سیخ میره تو پهلوی آدم. تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس. یعنی چی؟ فضای جوری شده بود برای بعضی از بچه ها تو جبهه، عشق بازی می کردن با پرداختن به عیوب. حالا من بیمار حاضر نیستم یه بار عیبامو نگاه کنم، حاضر نیستم توبه کنم برای اونا.
کسی بهم بگه کپ میکنم. آخه چرا امام صادق علیه السلام میفرماید احب و اخوانی من اهدا الی عیوبی، عزیزترین دوستان من کسی که به من عیبم و هدیه کنه. این که شوخی نیست که، واقعا کسی که مشغول عیب خودشه عشق بازی میکنه با انتقاد. شما هم لبخند بزنید همینجوری به من، چرا اینجوری نگاه میکنید؟ من به حرفای این قشنگی میزنم، ترانه براتون میخونم، لبخند نمیزنید، من دعا میکنم انشالله نمیگید، نمیدونم، همینجوری من نگاه میکنید. تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس، تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس. من یادم از خاک راه میرفتیم هم یادمه با این رفقا اینا رو میخوندم. حالا دیگه شما هم حرف اضافی نزن، حاشیه نرو، چون پس چرا آدم نشدی؟ خب حالا خیلی ها بار انبیاء الهی هم بودن آدم نشدن، اصل بحث رو بگین. تو بال من شغله و عیب و ان عیوب الناس، تو به عیب من چیکاری؟ به عیب خودت بپرداز. منم حالا انشالله تو را به عیب خودم میپردازم. تو بال من شغله و عیب و ان عیوب، به خدا این ترانه است از بس قشنگه، از بس میشه باش عشق بازی کرد، میشه باش حال کرد، سرگرمیه، مشغول عیبم هم. این روحیه است. ببینید این یه تیتر سخنرانی نیست، موانع رشد. شما نگرشت اینطور بشه اساسا. ما بعد از یه مدتی مانع جو باید باشیم. ما تو جبهه تخریبچی بودیم. حالا این هم خاطراتیه دیگه. بعد دیگه تو یکی دوتا عملیات هم رفته بودیم تو این مایه ها. خب تخریبچی تو تاریکی شب حساس نسبت به هر برآمدگی. تو باید حدس بزنی، نمیشه همه زمین رو شخم زد که. یه کمی هم باید حدس تو به کار بگیری که مین کجا هست. یه برجستگی هست، این مینو باید برداری. ما بعد از یکی دوتا از این بالاخره مشغولیت ها و اینا برمیگشتیم خونه. حالا خندت رو نگیره هایی گرفتم اشکال نداره، مزحکه ای شده بودیم. یه دفعه زیر موکت بالا بود میکشتیم عقب، بابا اینجا خونه است دیگه، موکته، ولی حساس شده بودیم، یعنی واقعا حساس شده بودیم. بعد من به بچه های دیگه گفتم، گفتن آره ما هم اولاش همینجوری میشیم، یعنی فرش اینجوری شده بود، آدم میکشید خودشو عقب، پتو نشسته اینجوری شده بود، یه برآمدگی اینجوری میکشید عقب. این حساس میشه، ببین حساس شده به مین دیگه. حالا فرش هم اینجوری قلمبه میشه، حساسیت پیدا میکنن، اینجوری میشن. آقای بهجت، این کم کم فکر نکنم امشب به اون قسمت بعدی برسیم، یعنی بحثمون اولین مانع بود سر علم جهل، در اولین مانع جهل، سر اون باید صحبت کنیم، فکر نکنم امشب بهش برسیم، ولی حالا اجازه بدید آقای بهجت رو بگم. بله آقای بهجت در مورد خودشون میگفتن، یا در مورد اولیاء خدا، یا کسی در مورد آقای بهجت میگفت، نمیدونم دیگه، الان جزئیاتش تو یاد من نیست، ولی به احتمال زیاد خودشون در مورد خودشون میگفتن، میگفتن ما جوون شده بود، جوون بودیم، تعبیری شبیه به این چشم دزدک گرفته بودیم، یعنی هی تا میخواست بخوره به نامحرم خود به خود چشممون دزدیده میشد، اون طرف خود به خود چشممون برداشته میشد دیگه، اصلا بی اراده شده بودیم تو این زمینه، از بس مراقبت کرده صدمه نخوره. اون آقا میگه من با اتوبوس داشتم میرفتم، بعد خدمت آقای رجب علی خیاط رسیدم، اومد خیلی استقبال کرد، به به بفهم آقای رجب علی خیاط ما اینقدر تحویل نمیگرفت قبلا، و الان تو اتوبوس نامحرم جلوت بود سرت اونور کردی، خوشم نورش هنوز توت هست. ای بابا خب ما همیشه این کارو میکنیم، اینقدر تحویل میگیره. خب استغفار چیه عزیز من؟ استغفارم هم همینه دیگه، از بس تو این موضوع برات حساسه استغفار میکنی. موانع رشد، عیوب،
این صدمات برات مهم نباشه، نه در طول روز مراقبت میکنی نه شب استغفار میکنی. شب این کاراکتر پسرخاله هست توی اون برنامه تلویزیونی که حالا شخصیتاش هم هی زیاد شدن و اینا، بعدن اونجوری میری با خدا حرف میزنی، مگه چیه؟ مگه چیه؟ اینجوری به جای استغفار میگی مگه چیه؟ مگه من چیکار کردم؟ چیه خب؟ اینجوریه دیگه. استغفار رسول خدا چیه؟ مگه چیه؟ تو کجا؟ خب دیگه. ولی وقتی که به عیوب بپردازیم، وقت ما تمام شد. ولی یک روایت در میخواد اصلا بحث علم و بحث جهل رو بذارم برای فردا شب، قاطیش نکنم، همین امشب روی این بحث موانع رشد باقی بمونیم، دو بحث در یک جلسه نشه، ذهن آدم به دو خوبه، اینجوری بهتره. بعد آخه بعضی از رفقا بحث رو انقدر پیگیری میکنن میگن خب امشب بحث رو جلو نبردی. آقا این مقدمه رو، مقدمات بحث رو ما گفتیم ضمن بحث بگیم، ولی خیلی باید ذهنیت ها و روح و دل روی موضوع کار بکنه، درسته؟ رفقا مدام در آغوش پروردگار عالم هم باشی. حالا دیگه بذار اینم بگیم تا اینجا رسید، در آغوش پروردگار عالم هم باشی، این وضعیت برات وجود داره، میان تو رو از بغل خدا در میارن. امنیت برای کسی نیست، آسایش برای کسی نیست، میان از بغل خدا درت میارن. با یه مراقبت هایی رفتی تو آغوش خدا، خوابای خوب میبینی، اوه چه ارتباط قشنگی، رفتی تو خونه خدا وسط ماه رمضون، میان درت میارن بیرون، به ریشت میخندن، خوب چسبیده بودی به زریح ول نمیکردی. کار میکنن باهات. تو مثلا بچه مذهبی هستی دیگه، تو اون بچه بسیجی هستی دیگه، با تو بیشتر کار میکنن، میگن ای این بسیجیه رو ما بتونیم پر عیبش بکنیم حال میده به خدا، ای ای اصلا کیف میکنن تو گناه بکنیم. بعد ابلیس هم روانشناسه، میگن بچه بسیجیه رو ندی عرق بخوره، اصلا طوفان میشه، میاد توبه میکنه، ای خدا من غلط کردم، من عرق خور میگرفتم، حالا خودم عرق خور شدم، میره آدم خوبی میشه، دیگه نمیاد سمت ما. میگه پس چیکارش کنیم؟ این تو گفتی بچه بسیجیه رو خراب کنیم بهتره، بیشتر حال میده. میگه بگو غیبت کنه، غیبت گناه های از جنس، میگه این غیبت کنه بدتر از زناست، اینو این زناکار بشه آنن توبه میگه خاک بر سرم، ای وای. ولی غیبت میکنه مثل ماه، مثل عسل نوش جون میکنه، ککش هم نمیگزه، بعد فکر میکنه آدمه. بچه مذهبیه رو اینجوری بر سیسا یا عابد رو امیرالمؤمنین مثال میزنه. چقدر مزه داره شما رو بذارن، چقدر مزه داره. مؤمنو بزنه، یک شیطان کیف میکنه، تو دعا میگی خدایا نذار شیطان کیف بکنه، یعنی من خوبه رو نذار زمین بزنه. بعضی وقتا آدم عقب گرد حس میکنه، اصلا اومده مذهبی بشه از یه راههای ویژه‌ای جهنم بره، همون راهی معمولی میرفتی. خب بابا تو لقمه شونی، بترس. من دارم شما رو میترسونم. لا یصلحه الا الخوف. مؤمن رو چیزی جز ترس اصلاحش نمیکنه، از بس نازی، از بس ماهی هوس کردن تو رو. یکی از مراجع اعزام تقلید،
شاید یکی از شلوغ‌ترین درس‌های قم رو دارن. ایشون به بنده می‌فرمودن از قول استادشون در نجف اشرف، که استادشون در نجف اشرف یه شاگردی داشت، اون شاگرد اومد ایران، برگشتنی از دنیا رفت، قبرشون توی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی قسمت خانوماست. داستانش مشهوره، من دیگه خلاصه بگم. بعد ایشون فوت کردن، خبرشون سر درس رسید، این مرجع بزرگوار تقلید به بنده میفرمودن اون استاد محترم ما که شاگرداش همه مجتهد بودن، سر درس گفتن انا لله و انا الیه راجعون، متأثر شدن اینا. بعدش فرمودن که من یه خاطره‌ای درباره این عزیزمون دارم، حالا که از دنیا رفته بگم. بعد فرمودن که یه شب من خواب دیدم، این من خواب هر کسی رو نقل نمی کنم، خواب دیدم که آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بناس بیان یه جایی، ما هم ایستاده بودیم، تختی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام گذاشتن. بعد حضرت آمدن، پشت سر ایشون ابوالفضل العباس دیوانی در دستشون هست، نزول اجلال فرمودن، قمر بنی هاشم در محضرشون مؤدب نشستن. ما هم از هیبت امام حسین نمیتونستیم بریم جلو، فقط شاهد این صحنه بودیم. آقای امام حسین علیه السلام فرمودن که عباسم دیوان تو باز کن. حضرت ابوالفضل دیوانشون رو باز کردن، فرمودن عباسم اسم فلانی رو خط بزن از دیوان ما. بعد این مرجع بزرگوار تقلید خودشون به بنده می‌فرمودن که استاد ما شنیده بودن در خواب اسم کیو خط بزن، ولی به ما نگفتن. معلوم میشه اسم بعضی هم خط میزنن. اسمت رفته تو دیوان ابوالفضل عباس، میارن بیرون. بعد میفرماید دیدم که ابوالفضل عباس با دستشون مسح کردن و اون اسم پاک شد. بعد فرمودن اسم این آقا رو بنویس. اون آقا همون شاگردشون که در واقع مرحوم شدن. بعد فرمودن عباسم بریم. این صحنه جلوی ما بود، از خواب بیدار شدم، فردا صبح سر درس جلوی این آقا رو گرفتم که شاگردشون محسوب میشد. گفتم دیشب تو چی کار کردی؟ دیروز. گفت هیچی، من یه خواب خوبی برات دیدم. چی کار کردی؟ گفت والله چیز خاصی به ذهنم نمیاد. الحمدلله خواب خوب دید. چی بوده خوابتون؟ خوابو تعریف کردم. نشست شروع کرد زار زار گریه کردم. گفتم چی شده؟ گفت دیشب از حرم داشتم میرفتم خونه، دلم هوای ابا عبدالله الحسین رو کرد. گفتم این همه کار علمی دارم میکنم، روزه نمیخونم، یه دونه لحوف از کتاب خونه گرفتم، رفتم سر سفره، دیدم سفره پهن خونه. گفتم خانم میشه من قبل از غذا یه خط روزه بخونم بعد غذا بخوریم؟ گفت بخون. گفتم از امشب به بعد من هر شب یه خط روزه از مقتل بخونم و بعد غذا بخوریم. خانم هم گفت باشه. عباس هم اسمشو بنویس. اونایی که به این سهولت راضی میشن اسم بنویسن، ببین چی شده طرف که اسمشو خط زدن. یا ابا عبدالله امشب هم اسم ما رو بنویس. میخوایم امشب تو ماه رمضان تصمیم بگیریم هر شب یه بار بگیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یه بار بگیم حسین. من نمیدونم حسین چه غریبی کشید تو کربلا که اینقدر همه دوست داره خدا همه بگن سلام حسین، سلام حسین. چرا؟ چی کشید؟ یه لحظه از امام حسین رو بگم، امان از اون لحظه ای که تنها ایستاده بود برگشت گفت اکبرم، عباسم، حبیب، صدا زد همه رو، این حسین عاطفی، صدا زد همه رو، جوابی نیومد. فرمود چرا جواب حسین رو نمیدید؟ صدا زد. چه دل شکسته ای داشت حسین. حسین سلام به اون لحظه تو که شهدا رو صدا زدی کسی جواب نداد.
علی لعنت الله علی القوم الضالین.